جایگاه بلندی که ما آدم‌ها برای خودمون ساختیم بعضی وقتا توی یه چشم هم زدن فرو می‌ریزه. امروز می‌خوام در مورد یکی از همین فرو ریختن‌ها صحبت کنم. همیشه طرز فکرمون اینطوری بوده که ما یه تعدادی از حیوانات و گیاهان رو اهلی کردیم. اما بعضیا معتقدن شواهدی وجود داره که نشون میده یه وقتایی برعکسش اتفاق افتاده. اونا ما رو اهلی کردن یا از ما به نفع خودشون استفاده کردن. همراه من باشید تا ببینیم قضیه چیه. این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده. شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن. از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کامل‌تر پیشنهاد می‌کنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. گیاه گندم رو در نظر بگیرید. ما پیش خودمون فکر میکنیم این گیاه رو اهلی کردیم و داریم ازش به نفع خودمون استفاده میکنیم. اما اگه دقیق تر بهش فکر کنیم، گندم خیلی بیشتر از وجود ما استفاده کرده. اون فقط برای ما غذا فراهم میکنه و کاری به چیزای دیگه نداره. ولی ما هم یه زمین نرم و بدون سنگ براش آماده میکنیم، هم آب و غذا، همین که اجازه نمیدیم هیچ موجود مزاحمی نزدیکش بشه. پس بالاخره کی اون یکی رو اهلی کرده؟ ما گندم رو اهلی کردیم یا اون ما رو؟ اجداد ما از میلیون‌ها سال پیش از گیاهان و حیوانات وحشی برای خوراک خودشون استفاده می‌کردند. این سبک زندگی معروف به شکارچی گردآورنده، یعنی حیوانات رو شکار می‌کردن و از طرفی هم دنبال میوه‌ها یا ریشه‌های خوراکی گیاهان وحشی می‌گشتن و جمع‌آوری می‌کردن. شواهد نشون میده که از حدود 10-12 هزار سال پیش انسان‌ها کم کم شروع کردن به کاشتن اولین گیاهان اهلی، یعنی گندم و جو. البته کاشتن گیاهان از زمان‌های قبل‌ترش هم وجود داشت، اما خیلی پراکنده و کم. گندم تا اون موقع چیزی نبود جز یه علف معمولی بین نمونه‌های مشابه دیگه که فقط توی محدوده کوچیکی از خاورمیانه رشد می‌کرد. با گندمی که امروز میشناسیم خیلی فرق داشت. مثلا دونه هاش نازکتر و کشیده تر بود. ولی خب اینکه در طول هزاران سال آدما دونه های درشت‌تر رو برای کاشتن انتخاب میکردن باعث شد در نهایت تبدیل بشه به چیزی که امروز میبینیم. گندمی که 10,000 سال پیش فقط تو محدوده رودهای دجله و فرات پیدا می شد، الان تبدیل شده به یکی از مهمترین گیاهان روی زمین که نبودنش یه خطر خیلی بزرگه برای تمدن ما. سال 2021 گندم از نظر مقدار کاشت توی کل دنیا رتبه اول رو داشته. چیزی حدود 220 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی رو اشغال کرده. یعنی تقریبا مثل اینه که کل کشور عربستان بشه مزرعه گندم. خب هیچ گیاه دیگه‌ای تا حالا نتونسته اینقدر موفق باشه. در ظاهر اینجوری به نظر میاد که این گیاه دونه‌هاشو برای خوراک ما تقدیم کرده، در عوض از پشتیبانی قدرتمند ما برخوردار شده و تونسته همه جا رو بگیره. اما نکته مهم اینجاست که تو این چند هزار سال فقط ما گندم رو تغییر ندادیم، اونم ما رو تغییر داده. ما برای اینکه محصول بیشتری از این گیاه بگیریم، مجبور بودیم نیازهای مختلفش رو برآورده کنیم. اولیش خالی کردن زمین‌ها از سنگ و شن بود، چون گندم اینجور زمین‌ها رو دوست نداشت. پس روزهای طولانی رو صرف انجام این کار سخت کردیم. بعدش باید آب و غذای کافی بهش میرسوندیم. بنابراین شروع به کندن کانال‌های آب کردیم و برای حاصلخیز شدن زمینش هم کودهای حیوانی بهش دادیم. نیاز سومش این بود که دوست نداشت هیچ گیاه دیگه این نزدیکش باشه، وگرنه خوب رشد نمی کرد. پس دائما مشغول کندن علف‌های هرس شدیم. غیر از تمام اینا مجبور بودیم همیشه در برابر آفت‌ها و حشرات و جوندگان ازش مراقبت کنیم تا از بین نبرنش. بنابراین ما از سبک زندگی شکارچی گردآورنده دست کشیدیم و کنار زمینای کشاورزیمون ساکن شدیم تا خدمتگزار گندم باشیم. این تغییر سبک زندگی معروف به انقلاب کشاورزی که از طریق اهلی کردن بعضی از گیاهان و حیوانات اتفاق افتاد.
تا قبل از این تنوع غذایی خیلی بیشتری داشتیم. اینطور نبود که بخش عمده غذای ما وابسته به یکی یا چند تا گیاه محدود باشه. اونم چیزی مثل گندم که از نظر ارزش غذایی از خیلی از گیاهان دیگه پایین تر بود. بعد از این انقلاب، آدما مجبور بودن روزای طولانی رو زیر آفتاب داغ صرف مراقبت از گندم بکنن تا محصول اون سالشون نابود نشه و از گرسنگی نمیرن. همین وابستگی باعث میشد تو مواقعی مثل جنگ و خشکسالی تعداد زیادی از آدما از بین برن، چیزی که توی زندگی شکارچی گردآورنده کمتر اتفاق میافتاد. از طرفی نشستن‌های طولانی مدت و کارهای سنگین و کمرشکن برای بدن ما مناسب نبود. فیزیک بدنی ما در طول چند صد هزار سال با دویدن دنبال شکار و بالا رفتن از درخت‌ها سازگار شده بود. نتیجه این تغییر ناگهانی فشارهای شدیدی بود که به گردن و ستون فقرات و زانوها و بقیه مفاصل ما وارد می‌شد. برای همین بیماری‌هایی مثل جابجا شدن دیسک‌ها یا آرتروز مفاصل یا بقیه مشکلات اسکلتی افزایش پیدا کرد. البته الان دیگه لازم نیست با دست خودمون زمین و شخم بزنیم و زیر آفتاب کار کنیم، چون ماشین‌ها این کار رو برامون انجام میدن. اما مسئله اینه که مدت زیادی نیست که به کمک ما اومدن. گندم تا قبل از اومدن ماشین‌آلات کشاورزی زمان کافی داشته برای آسیب‌هایی که به ما زده. با تمام این مشکلاتی که ایجاد کرده، گندم گیاهی بوده که بیشترین تأثیر رو روی شکل گرفتن تمدن ما داشته. هرچی مقدارش بیشتر شد، جمعیت ما انسان‌ها هم افزایش پیدا کرد. کشت زمین‌های کشاورزی و محاسباتی که برای انبار کردن گندم‌ها یا تقسیمشون نیاز داشتیم، ریاضیات ما رو توسعه داد. اولین نیروهای نظامی برای محافظت از این ذخایر حیاتی ایجاد شدند. جنگ‌های زیادی هم بین ما انسان‌ها به وجود آورد، چون یه عده ترجیح می‌دادن به جای زحمات مربوط به کشت گندم، محصولات جاهای دیگر رو غارت کنن. به هر حال ارتباط ما و گندم یه رابطه دو طرفه بود که هر دو طرف چیزایی رو دادن و چیزایی رو به دست آوردن. پس دوباره برمی‌گردم به سوال اول ویدیو. ما گندم رو اهلی کردیم یا اون ما رو؟ شاید بشه گفت هر دوش درسته. گندم غذای زیادی برای ما فراهم کرده و باعث شده بتونیم به این تمدن و پیشرفت فعلی برسیم. ما هم در عوض باعث شدیم بیشتر از هر گیاه دیگه‌ای سطح زمین رو اشغال کنه. این برای یه گیاه موفقیت خیلی بزرگیه. در مورد حیوانات اهلی هم همینه. ما برای اونا چیزایی فراهم میکنیم مثل غذا و محل زندگی و انواع مراقبت ها. اونا هم در عوض محصولات و خدمات مختلفی به ما میدن. حتی حیواناتی مثل سگ و گربه هم شاید به نظر بیاد در برابر اون خدماتی که از ما دریافت میکنن چیزی به ما نمیدن. اما این ارتباط به یه شکل دیگه عمل میکنه. ثابت شده که نوازش این حیوانات سطح کورتیزول بدن ما رو پایین میاره که کورتیزول هورمون استرس و استرابه. غیر از این باعث میشه هورمون‌های شادی بخش مثل دوپامین و سروتونین هم توی بدن ما ترشح بشه. پس چیزی که ما از این حیوانات دریافت میکنیم احساس خوبه. شاید به خاطر همینه که سگ‌ها که حدود 30-40 هزار سال پیش جد مشترکی با گرگ‌ها داشتن، از وقتی کنار ما زندگی کردن دائما کیوت‌تر و بامزه‌تر شدن. چون اونایی که هورمون‌های شادی بیشتری برای ما فراهم می‌کردن، شانس بیشتری داشتن برای اینکه توسط ما مراقبت بشن و زنده بمونن. اما جالبه بدونید که اهلی سازی اینطور نیست که همیشه یه پای ثابتش انسان باشه. موجودات دیگه هم همدیگر رو اهلی می کنن. یه نمونه عجیبش مورچه های علفچین هستن. بعضیاشون آرواره های بزرگتری دارن که ازش استفاده می کنن برای قطع کردن شاخ و برگ علف ها. بقیه مورچه ها این قطعات بریده شده رو می برن داخل لونه هاشون و اونجا ذخیره می کنن. با این حال مورچه ها نمی تونن این علف ها رو بخورن. پس هدفشون از انجام این کار چیه؟ این قطعات رو توی لونه‌شون به قسمت‌های کوچیک‌تری تقسیم می‌کنن و یه لایه‌ای از بزاق خودشون بهش می‌مالن. این بزاق آنتی‌بیوتیکی داره که باعث میشه علف‌ها در برابر تمام کپک‌ها و قارچ‌های مختلف مقاوم بشن، به غیر از یه نوع قارچ مخصوص. این همون قارچیه که غذای مورچه‌هاست.
پس مورچه های علفچین در واقع مزرعه های پرورش قارچ دارن. مثل ما که مزرعه های پرورش گندم داریم، اینا هم این نوع قارچ رو اهلی کردن و ازش به عنوان غذا استفاده می کنن. این پرورش یه اثر جانبی هم داره که اونم تولید کربن دی اکسیده. برای همین لونه هاشون رو به شکل پیچیده‌ای می‌سازن که باعث میشه هوا داخلش جریان داشته باشه و مورچه ها خفه نشن. تمام این حرفا برای این بود که بگم ما برخلاف چیزی که خودمون فکر میکنیم از سیستم طبیعت جدا نیستیم. مستقیم یا غیر مستقیم به موجودات دیگه وابسته ایم. تو تاریخ ما بارها پیش اومده که با تصمیمات احمقانه شروع کردیم به نابود کردن یه بخشی از موجودات، اما بعد از یه مدت کوتاه خودمون رفتیم تا مرز نابودی. نمونه معروفش دستور ماو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، برای کشتن میلیون‌ها گنجشک بود فقط به این خاطر که یه بخشی از محصولات کشاورزی رو می‌خوردن. اما به این دقت نکرده بودند که حشرات مزاحمی مثل ملخ هم توی منوی غذایی گنجشک‌ها هست. این شد که با کشتن این پرنده جمعیت ملخ‌ها به طور انفجاری زیاد شد و تمام محصولات کشاورزیشون رو خوردن. در نتیجه فقط بعد 3 سال یه قحطی خیلی بزرگ اتفاق افتاد که باعث شد 45 میلیون انسان از گرسنگی بمیرن. جالب اینجاست که بعدش مجبور شدن از کشورهای دیگه واردات گنجشک زنده داشته باشن. طبیعت تو دهنی محکمی بهشون زد. به عنوان آخرین نکته باید بگم که این ایده که گندم انسان رو اهلی کرده و تغییر داده توی کتاب معروف یووال نوح هراری به نام تاریخ مختصر انسان ارائه شده. اگه به این موضوعات علاقه دارید خوندن این کتاب معروف میتونه یکی از بهترین گزینه ها باشه. به نظرم ما فقط وقتی میتونیم به خودمون لقب اشرف مخلوقات بدیم که هیچ وابستگی به بقیه موجودات نداشته باشیم. اگه دقت کنید میبینید هر جایی که یه گروهی از انسانها اصرار بیشتری روی خاص بودن خودشون یا طرز فکرشون دارن، همونجا جنایت‌های بیشتری اتفاق میفته. اما هر جایی که انسانها خودشونو فقط یه بخش کوچیکی از نظام طبیعت میدونن، رفتار خیلی صلح‌آمیزتری دارن. این خودبرترپنداری یکی از اصلی‌ترین ویروس‌های ذهنیه.